اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان عزيز، خانواده های محترم و اطفال مهربان، سلام و شب شما بخیر. امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشین. دعا بکنین خداوند خودش تمام امراض برطرف بکنه و ما و شما را صحت و سلامت داشته باشه. و اطفال عزیز، شما بیشتر دعا بکنین، دعای شما قبول میشه و چون این که قلب شما پاک است و شما معصوم هستین و شود که بازم شما در استیدو در برنامه های خودتان حضور داشته باشین. دوستان عزیز، در برنامه قبلی تا جای رسیده بودیم که حلیمه سعدیه محمد نوزاد با خودش گرفت و رفت به خانه خودش و از نشانه ها و بالاخره از آثار برکاتی هم بیان کردیم و شما شنیدید. تا 2 سال محمد نزد حلیمه سعدیه بود. بعد از او باز حلیمه سعدیه محمد گرفت و دوباره آمد در مکه پیش مادر محمد، بی بی آمینه. وقتی که اینجا آورد، آمینه میخواست که چون طفلش بگیره، یعنی این که حالا از شیر دیگه برآمده، به 2 سالگی رسیده و نیازی هم به شیر نداره. اما حلیمه سعدیه، شوهرش، خانوادهش، اینا عشق و علاقه و محبت به محمد طفل دارن، میخوان که ای در خانه از اونا باید باشه. بازم خواهش کرد از بی بی آمینه، گفت میشه که یک مدت دیگری هم ایره پیش ما بانی و محمد است که همه دوستش دارن. آمینه قبول کرد، گفت مشکل نیست، میشه که با خودت ببری، یک مدت دیگری هم با تو باشه. اینا پس حرکت کردن و بالاخره آمدن در خانه و منطقی خودش. محمد دیگه حالا از 2 سالگی بزرگتر شده و تازه حرکت میکنه و میگرده و با اطفال کوچکی که خود حلیمه سعدیه داره با اونا مصروفی بازی و ساعت تیری و اینهاست. روز از روزها اینا در بیرون بودن، با هم ساتری میکردن، بازی میکردن که چند نفری سفید پوش آمد، محمد خواباند و سینیش چاک کرد، قلب زیر بیرون کرد و شستشوی داد. و این حادثه را طفلکای حلیمه سعدیه دید، آجیل دویدن و آمدن در خانه به مادرش گفت که مادر، 2 نفر آمد و بالاخره محمد خوابان و سینیش چاک کرد. و تا این کنا آجیل حرکت کردن رفتن که محمد دوباره از جای خود بلند شده و میاد به طرف خانینا و خودش هم قصه کرد، گفت که چند نفری آمد و سینی مرا چاک کرد، قلب مرا بیرون کرد و ایره شستشوی کرد، دوباره خودشان رفتن. و اینا کی بودن؟ اینا در حقیقت فرشته و ملکی بود که از جانب پروردگار فرستاده شده بود که محمد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه شق و صدر شده، یعنی سینیش چاک شده، قلب از او بیرون شده، ای شستشوی شده و آغازش همینجاست، دوران کودکی و دوران طفولیت. 2 مرتبه دیگه بعدن است که بعد از نبوت است و انشاءالله در برنامه های بعدی باز او را خدمت شما بیان میکنیم. حلیمه سعدی یک مقدار به تشویش شد، گفت نشه که کدام بلایی بر سر این طفلک بیایه و باز ما به خانواده اینا جوابی نداشته باشیم و مشکلی برای ما خلق شد. کمی که ترسید و تشویش کرد، بالاخره همراه شوهرش حرکت کرد و محمد هم با خودش گرفت، آوردن در پیش مادرش در مکه و مادرش گفت که ما میخواییم که دیگه محمد پیش شما باشه. اما آمینه متعجب شد، گفت که تو قبلا گفتی که میخواییم پیش ما باشه و نزد ما باشه، اما حالا میگه که پیش خودت باشه. و فهمید، گفت حتما این چیزی هست و گفت چرا میشه که برای ما ماجرا رو بگویی. باز حلیمه سعدیه برش گفت که اینی تو یک چیزی گذشته، گفت ما فهمیدم که تو ترسیدی. و آمینه مطمئن بود. آمینه باز برش گفت که ما پیش از اینکه محمد تولد شوه خواب دیدم که
نوری از بطن ما بیرون میشه و به امو اساس بود که در هنگام ولادت پیامبر بزرگ اسلام مادرش قطعاً درد زایمانی را احساس نکرده مثل سایر مادرها. و این هم یکی از نشانه های دیگری بود در هنگام طفولیت یا در هنگام همون تولد پیامبر بزرگ اسلام. بی بی آمینه محمد تسلیم شد و حلمی سعدیه دوباره به طرف خانشان رفتن. بعد از مدت آمینه تصمیم گرفت که محمد ببره در مدینه با خیشاوندان خودش معرفی بکنه و به دیدار دوستانش ببره. چرا از ماماهای بزرگ پیامبر بزرگ اسلام در مدینه بود و آمینه هم حرکت کرد. در این زمان دیگه محمد 4 سال است. این را با خودش گرفت، یک خانمی هم از خیشاوندانشان که به نام ام ایمن است. اینا حرکت کردن رفتن در مدینه، مدتی در مدینه بود. بعد از 2 سال پس دوباره برگشتن، میخواستن بیاین در مکه. در این زمان پیامبر بزرگ اسلام محبوب دلها چند سال است، محمد در این زمان 6 سال است، یعنی کودک یا طفل 6 ساله. در مسیر را مادرش آمینه هم فوت میکنه. تقدیرات خداوندی را شما ببینین. پدر را ندید، هنگامی که تولد میشه پدر وقت فوت کرده و حالا اینجا فقط 6 ساله است که مادرش هم فوت میکنه. یتیم به دنیا آمد و حالا دوباره یتیم میشه با رفتن مادر خودش. محمد کوچک، محمد کودک با از دست دادن مادرش گریان میکنه و اینجاست که خودش زمین با ام ایمن میکنه در مسیر را. مادرش با دستان خودش دفن میکنه. اطفال عزیز شما ببینین، مثلا محمد در این زمان چند ساله است؟ پیشتر براتون گفتم 6 ساله است. 6 ساله، طفل 6 ساله مادرک خودش با دستان خودش دفن میکنه در اینجا. با ام ایمن حرکت کرد، آمد به طرف مکه و ماجرا را برای پدر کلانش عبدالمطلب قصه میکنه. و در این زمان سرپرستی محمد به دوش عبدالمطلب است. دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه با ادامه قصه با ما باشین. با سلام و درود خدمت همه شما دوستان و عزیزان. تا اونجا رسیدیم که دوباره محمد به مکه بازگشت. محمد به سن 8 سالگی رسیده که پدر کلانش عبدالمطلب هم فوت میکنه. عبدالمطلب چنانچه که قبلا گفتیم انسان بسیار شجاع، قوی و با غیرت بود، اما در بستر مریضی هست و روزهای اخیر عمرش است. محمد در آغوش میگیره، این مرد قوی و با غیرت زار زار گریه میکنه به خاطر از اینکه او علاقه و محبت بیش از حد با پیامبر بزرگ ما داشت، با محمد کودک داشت. و به خاطر از اینکه از محمد جدا میشه، نه برای اینکه به خاطر مرگ خودش گریان، نه، فقط به خاطر از اینکه از محمد جدا میشه گریان میکنه. در آغوشش گرفته بود، زار زار گریان میکرد و در نتیجه عبدالمطلب فوت میکنه. باز پیش از فوت خودش به پسرش ابی طالب که کاکای پیامبر بزرگ اسلام است به او توصیه میکنه و بعد میگه که متوجه برادرزاده ات باش و ای امانت را به تو میسپارم و تو باید خوب و درست از این محافظت و مراقبت بکنی. 8 ساله است که پدر کلانش فوت میکنه. ای سرپرستش واگذار میشه به دوش کی؟ به دوش ابی طالب. تقدیر خداوندی را شما ببینین. تا این زمان محمد با 5 نفر یا با 5 خانواده دست به دست میشه، اما محمد با 5 خانواده یا با 5 نفر میسازه. یعنی یک طفل و یک کودک با همه میسازه. بسیار جالب است و باید هم بسازه. این قرار است که آینده دنیا را بسازه. وقتی که یک کسی میخواد که دنیا را بسازه،
خب طبیعی است که با پنج خانواده میسازد. اول یتیم به دنیا آمد، پیش مادرش آمینه، بعد از او عبدالمطلب، بعد از او باز حلیمی سعدیه، از حلیمی سعدیه دوباره با آغوش مادر و بالاخره به عبدالمطلب، از عبدالمطلب باز به ابی طالب و سرپرستش به دوش ابی طالب است. بالاخره محمد قبل از سن 15 سالگی یک سفری به طرف شام می داشته باشد با کاکایش ابی طالب. ابی طالب انسان تجارت پیشه و چون بیشتر قبیله قریش مسلکشان یا کار و حرفیشان تجارت بود، وقتی که به طرف شام می رفت محمد هم با خودش گرفت رفت. در مسیر را بود که با یک راهب روبرو می شه که به نام بحیرا هست و او قبلا در تورات و همچنین در انجیل بشارت های را دیده بود و خوانده بود، از آمدن محمد پیامبران قبلی خبر داده بودند و اون نشانه های نبوت در چهره محمد میبینه. برای ابی طالب میگه که ای کی هست؟ میگن برادرزادم. باز میگه که ای قرار است که در آینده پیامبر شوه، ای را تو باید به شام نبری چون در اونجا یهودیا هست و اونا مردمان حسود و کینتوز هست و نشه که برزی کدام بلا یا صدمه و آسیب برسانه. دوستان عزیز، ای که بعد چی کار میشه؟ آیا ابی طالب دوباره بر میگرده یا اینکه سفر خودش ادامه میته؟ ای را باز ادامه قصه را در برنامه بعدی و شب بعدی انشاءالله خدمت شما به عرض میرسانم. شما بخش دومی برنامه را بیننده باشین. خیر و سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الرسول صلی الله علیه و سلم: الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. بینندگان گرامی، اطفال نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسندیم که باز هم آمدیم مهمان خانه هایتون شدیم و تشکر میکنم که برنامه را تعقیب میکنین. امیدوار هستم آل هم ادامه برنامه را ببینین. موضوع امروز ما شما یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم اخلاقی است که در اسلام مطرح است، به نام حسد. خب ما ببینیم که حسد چی است، از کجا شروع میشه، اصلا چی کارا موجب از این میشه که یک انسان بفهمه که من حسد هستم و راه های درمان از این عادت بد چی است. حدیثی را که در ابتدا خواندم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده که حسد خوبی ها را اینطور از بین میبره مثل که آتش چوب را از بین میبره. حسد یکی از بیماری های است که و رذایل اخلاقی است که بر علاوه از او که جسم انسان را تهدید میکنه، روح انسان را هم آسیب میزنه. یک عادت بسیار بد، یک مریضی بسیار بد اخلاقی که حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. میفهمیم که حسد، بر از اینکه وارد بحث شویم باید بفهمیم که اصلا حسد از کجا شروع میشه. حسد در معنای عامی است که وقتی ما شما مثلا بعضی دوستای خود را ببینیم که اونها نعمات بیشتر دارن، زندگیشان بهتر است، وسایل بازی زیاد دارن، سامانای خوب دارن، موبایل دارن، تبلت دارن، لپتاپ دارن، چیزای خوب دارن و ما نداریم، ما در قلبمون دائم در مقابل از او چی داشته باشیم؟ بخل داشته باشیم و حسادت و بخواهیم که این نعمت خداوند از پیش از او بگیره. این بدترین نوع حسد است. در معنی عام همیره حسد میگن. البته حسد ما براتون یک چند نوش میگم. یکی است که ما وقت نعمت را میبینیم آرزو کنیم که خداوند این نعمت از او دوست ما بگیره، از او بنده خود بگیره چون ما نداریم. یک نحوه دیگه است که ما بخوایم که مثلا خدا از او بگیره و بر ما بته. اینم یک نحوه دیگه است. یک نحوه دیگه هم است که ما بگوییم که خداوند چون ما نداریم، این نعمات ما نداریم، از او دوست ما بگیره و چون ما مساوی شویم. اینا انواع حسد هستند. اما یک چیز براتان باید همینجا بگویم. ما دو شکل، یعنی این حالت در ما با وجود میاد. یکی است که خب ما نعمات دوستای ما را میبینیم، دیگه بندهای خدا را میبینیم، ما کمکی در قلب ما ناراحت میشیم اما هیچ وقت آرزو نمیکنیم که
او نعمت از اونا زوال شوه. ایره چی میگن؟ غبطه میگن و ایره به معنای حسد نیست. خوب است کار آله که به وجود آمده ما آرزو نمی کنیم که خداوند نعمت را از دوستای ما زوال او را برشان بیاره، اما خدا به ما هم بته دری را چی میکنیم؟ به خاطر به دست آوردن این آرزوهایی که داریم تلاش میکنیم و رقابت سالم انجام میتیم که این در اسلام مردود نیست. پیامبر ما هم صلی الله علیه و سلم میگه که شما لا رجل الا فی اثنین، لا حسد الا فی اثنین، حسد در دو چیز مگر در دو چیز جایز نیست، یکی مردی که علم داره و به مردم میآموزه و یکی کسی که ثروت داره و در راه خدا مصرف میکنه. و این البته به معنای حسد نیست و او قدر که یعنی او حالت حسد مذموم است، این حالت حسد یعنی یک ذره برای انسان او قدر بدی را به بار نمیاره. کلتان سوره فلق را خوانده باشین، در آخرش خداوند متعال چی میگه بچه ها و دخترای خوب؟ میگه که و من شر حاسد اذا حسد، بدترین حالت اینمی است که اگر انسان حسود به خاطر از اینکه قلبش بیمار است، به خاطر از اینکه از نعمات خداوند منکر است، به خاطر اینکه دائم ناراحت است، همین را در یاد خود بیاره که خداوند به بنده های خود میگه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما از شر حسودا به خداوند متعال پناه ببرید. به خاطر اینکه انسان حسود وجدان خود اسیر میکنه، نمیگذاره که او بره کار کنه، تلاش کنه به خاطر زندگی بهتر، بلکه تمام روز خود را با مردم مقایسه میکنه و بسیار زیاد رنج میبره، از زندگی خود راضی نیست، شکر نعمتایی که خداوند برش داده اونها را به جای نمیاره. خداوند این کار را دوست نداره. آن شما مثلا بچه ها و دخترایی هستین که در جامعه همگیتان به یک اندازه هستین، شما، دوستایتان، سنفیایتان، در محلتان، در شهرتان، در کشورتان، بعدها بخیر چی میشین؟ کلان میشین. مردا و زنای آینده میشین. خداوند متعال ما شما را آگاه میکنه که نباید نسبت به چیزی که بعضی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. بعضی مردا یعنی هر چی که خداوند کسب میکنن، تلاش میکنن، خداوند برشان لایق دیده. بعضی خانم ها تلاش میکنن و پول به دست میارن، خداوند برشان لایق دیده. یکی را کمتر، یکی را بیشتر، مهم است که ما شما امو انگیزه که به خاطر به دست آوردن مال و روزی حلال داریم، به خاطر رسیدن به درجات عالی داریم، انگیزه خود از دست ندیم. و الا نعمات و ای که خداوند چطور تقسیم میکنه، این کار خوبی نیست که انسان بخواد که همیشه بخل کنه در مقابل خواهرا و برادرایشان. میفهمین که خود آل انسان بفهمه که آل امروز درسه که ما شما خواندیم، با همدیگه شما بحث میکنین با دوستایتان، ما چیکار کنیم که این مرض بد و این افت اخلاقی و این رذیله و این یعنی عادت بسیار بد از ما که به نام حسد اگه در ما وجود داره، ما چطور کنیم که این از بین ببریم؟ حالا من براتون میگم، ما دو راهکار داریم، یکی راهکار عملی است، یکی راهکار علمی است. راهکار علمی نمی که ما بشینیم با خود فکر کنیم، تفکر کنیم. روزای گذشته ما در مورد سکوت همراهتان صحبت کردم، در مورد از این که بعضی وقتا انسان باید خود محاسبه کنه، ببینه من چی کار میکنم. باید بفهمه که امی حسد یک مریضی اخلاقی است. ما باید خود نجات بتم از این. ما باید در مقابل نعماتی که خداوند به ما داده شکر بگویم و باید بیشتر تلاش کنم، زحمت بکشم تا اونا را به دست بیارم. اما اگر به دستم نیاوردم، نباید باعث ازی شود که من تمام روز خود اذیت کنم و تمام روز در فکر ازی باشم که خود مقایسه کنم با مردم. و اما راهکار عملی، بهترین کار امی است که در مقابل کسایی که حسد دارین با اونا دوست شوین، خوبیایش را بگوین. شاید بگوین که استاد این کار بسیار مشکل است، ما چطور با کسی که آنقدر دشمنی داریم که حتی نمیخواهیم که او دیگر نماد در پیشش باشه، خداوند اونا را از او بگیره و به ما بته، چطور همراه از این دوست شویم؟ اما ما براتان یاد میتم، به خاطر که ما شما مسلمان هستیم، به خاطر که درسای اخلاقی تا امروز بسیار زیاد خواندین، به خاطر که دخترها و بچه های خوب هستین، باید این کار را بکنین.
دوا را میبینین که گاهی اوقات ما شما دارو میخوریم به خاطر که یک مریضی ما جور شوه، بسیار تلخ است، اما مجبور هستیم که تلخی دارو را به خاطر تداوی ما چی کنیم؟ تحمل کنیم، تا ای که از این انگیزه های بدی که به خاطر گناه بد در ما به وجود میاد خود نجات بتیم. بالاخره یک وقتی شاید عمر ما در سپری باید در گذر باشه و ما شما کماکان در این مریضی خود نتانسته باشیم نجات داده باشیم و همواره به خود چی کنیم؟ آسیب بزنیم. و به این خاطر است که خداوند این را دوست نمیداشته باشه. شما داستان حضرت آدم خواندین، داستان حضرت یوسف خواندین، تمام او حالاتی که در او داستان ها به وجود آمد، آسیب زدن به برادرها بود، یک برادر به دیگه برادر آسیب زد و یک مجموعه از برادران در داستان حضرت یوسف به حضرت یوسف بسیار غم ها را به وجود آوردن به خاطر حسد بود و این کار را خداوند دوست نداره و در قرآن بیان کرده تا که با شما از او عبرت بگیریم. والدین گرامی، حسد پدیده است که اطفال ما شما را از پیشرفت با می داره و موجب از این میشه که دائم اونها خود سرزنش کنن و دائم در غم و اندوه به سر ببرن و اصلا این مقدمه است به خاطر که انسانهای شکرگزاری به بار نیایند. متوجه این پدیده بد اخلاقی در فرزندانتان باشین و کوشش کنین که ایره با رفتار خودتان و با زدودن حساسیت اطفالتان مداوا کنین. این رسالت ما شماست و ما شما میتونیم. امیدوار هستم که خداوند متعال ما را یاری کنه. تا دیدار آینده من و همکارانم را از دعای خیرتان فراموش نکنین. شما را به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.